رضا داوود نژاد مدت ها بود که حال و روز خوبی نداشت. او بعد از 2 سال مجبور شد یک بار دیگه پیوند کبد انجام بده و در روزهایی که همه حواسشون به اخبار گرونی نان و حواشی پیش اومده برای بهار رهنما و هانیه توسلی در فضای مجازی بود، روی تخت بیمارستان بود. رضا یه دوست داشتنی سینمای ایران، حالا حالش خوبه، اما چه زود همه یادشون رفت چه لحظات خوبی با فیلم‌ها و سریال‌های اون داشتن. حالا برای آقای بازیگر اتفاق تلخ و عجیبی افتاده. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به سرقت هولناک از ویلای رضا داوود نژاد در موتل قومی پردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. سال 91 بود که سریال فراموشی به کارگردانی رضا مهدوی از شبکه تهران به عنوان سریال ویژه نوروز پخش شد. رضا داوود نژاد در این سریال به یک باره با ظاهری جدید به تلویزیون اومد و کاهش وزن محسوس اون بیننده های مجموعه رو شوکه کرد. در اون زمان این سوال ذهن اغلب مخاطبان اون سریال رو مشغول خودش کرد که رضا داوود نژاد چطور به این وضع رسیده. اما بعد از مدتی ناگهان این خبر پیچید که داوود نژاد دچار نارسایی کبد شده و باید برای اون پیوند کبد انجام بشه. کسی از جزئیات بیماریش چیزی نمیدونست و گویا پزشکان از اون خواسته بودن از بیماریش خبری رو رسانه‌ای نکنه. او ابتدا در بیمارستان لاله بستری و تحت نظر قرار گرفت، اما اولین مصاحبه اون با باشگاه خبرنگاران جوان رقم خورد و در اون درباره علت بستری شدنش در بیمارستان گفت: مدتی پیش هنگام بازی در سریال فراموشی مشکلاتی برام پیش اومد که دلیل اون رژیم بسیار سنگینی بود که گرفته بودم. این مشکلات یک باره برای من پیش نیومد، بلکه از چند سال گذشته و به دلیل کاهش وزن آغاز و به مرور بیشتر شد و من تا به امروز حدود 70 کیلوگرم وزن کم کردم. عده‌ای از دوستان شایعاتی مطرح کردند که من معتاد شدم که به هیچ وجه چنین چیزی صحت نداشت. چند روز بعد از مصاحبه گویا حال داوود نژاد بدتر از قبل شد و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری میشه که پزشکان اعلام می‌کنند او به پیوند کبد بسیار فوری نیاز داره. در همین زمان مصاحبه‌ای از فردی به نام طالب‌پور منتشر میشه که در اون عنوان شده بود مشکل داوود نژاد ربطی به رژیم‌های غذایی نداشت و اون به خاطر عمل جراحی چند سال پیش که روی دستگاه گوارشیش داشته حالش رو به وخامت رفته. چند روز بعد با اینکه عمل پیوند روی اون انجام نشده بود، اما حالش رو به بهبودی رفت و مسئول بخش ICU اعلام کرد احتمالاً عمل پیوند کبد منتفیه. بعدها رضا داوود نژاد در گفتگویی مطرح کرد که خانواده‌اش در دورانی که اون با سرعت وزن کم می‌کرده نگران شدن و حتی تصور می‌کردند که اون معتاد شده و از او آزمایش اعتیاد هم گرفتند و اون گفته بود به خدا من سیگار هم نمی‌کشم. در نهایت 13 اردیبهشت فردی به نام محمد رضا کاکاوند که دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده‌اش اعضاش اهدا و کبدش به رضا داوود نژاد در بیمارستان نمازی شیراز پیوند خورد. همسر این فرد همون زمان گفت روزی که مرگ مغزی شوهرم در بیمارستان نمازی شیراز تایید شد، از برادر شوهرم شنیدم که رضا داوود نژاد بر اثر بیماری کبد در جدال با مرگ قرار داره که خیلی ناراحت شدم. همون موقع احساس خاصی که قابل وصف نیست در درونم شکل گرفت. از خدا خواستم حالا که قرار اعضای بدن شوهرم اهدا بشه، یکی از گیرنده های اعضا این جوان باشه. دیدن این هنرمند روی تخت بیمارستان که با ایفای نقشاش مردم رو شاد میکرد بسیار ناراحت کننده بود و این خواست خدا بود که این پیوند به خوبی انجام بشه. رضا داوود نژاد بازیگر اهل ایران و فرزند علی رضا داوود نژاد کارگردان سینماست. او در فیلم و سریال هایی مانند بیرو، لب خط، لامینور، پشت کنکوری ها، باغچه مینو و غیره ایفای نقش کرده. اما رضا داوود نژاد ماجرای سرقت از خانه پدری رو در ادامه با انتشار این متن و این ویدیو منتشر کرد. موتلقو، بهشت سارقان. هر وقت پدرم چند روزی از خانه خودش در سلمان شهر یا موتلقوی سابق خارج می شد، در بازگشت اغلب با خانه‌ای به هم ریخته و سرقت شده مواجه می شد. کندن و بردن کنتور آب، دوبار بریدن و بردن کابل برق و کابل تلفن از سر تیر خیابان و هر بار روبرو شدن با خانه‌ای که یا قفل در اون شکسته و یا حفاظ آهنی پنجره اون از جا کنده شده و به تاراج بردن هر آنچه به دستشان میرسیده، از پول نقد تا لوازم خانه و اشیاء قیمتی و این آخری از جا کندن و بردن موتور کولر اسپیلت که در بیرون خانه به دیوار نصب میشد و ماندن در حیرت و گرما و شرجی مرداد ماه و دویدن دنبال خرید و نصب کولر جدید و تجهیز همه اتاقها و سوراخ سنبه های خانه به سنسور و دزگیر و آژیر
و بدتر از همه نالیدن‌های پلیس که ماشین و تجهیزات و مأمور کافی ندارن و سرقت رو به افزایش هر روزه در شهر رو به یاد آوردن روزگاری که مردم در همین موتلقو با خانه‌های باز و دیوارهای کوتاه و پنجره‌های بدون حفاظ زندگی می‌کردند و باورشون نمی‌اومد که چنین روزگاری در سر راهشون باشه. واقعاً دلم براشون می‌سوزه. رضا داوود نشاد یه خواهر بزرگتر به نام زهرا و یک برادر کوچکتر به نام علی داره. دیپلم انسانیه و فعالیت سینمایش رو با بازی در فیلم‌های پدرش علی رضا داوود نژاد تجربه کرد. بی‌پناه در سال 65 نخستین فیلم سینمایی رضا داوود نژاده. مصائب شیرین نام رضا داوود نژاد رو بر سر زبون‌ها انداخت و نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد در 17مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شد و دعوت برای حضور در جشنواره سینمایی فوکوکای ژاپن رو برای رضا داوود نژاد به ارمغان آورد. بچه‌های بعد حضور مؤثر رضا داوود نژاد رو در فیلم‌های پدرش به دنبال داشت. رضا داوود نژاد در این فیلم فیلمنامه نویس، بازیگر، دستیار کارگردان و برنامه ریز بود. در بانوی کوچک ساختگی مهدی صباغ‌زاده، رضا به عنوان بازیگری پولساز به بدنه حرفه‌ای سینمای کشور معرفی شد و در مستند روزگار ما ساختگی رخشان بنی اعتماد رضا داوود نژاد حضور در عرصه روشنفکرانه سینمای ایران رو هم تجربه کرد. بازی در مجموعه های تلویزیونی گوشه دیگه از دغدغه های هنری رضا داوود نژاد بود. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.